زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم. عید قربان مبارک. سلام، خوش آمدین به ویژه برنامه عید تو عید من. در ایست قرار است امروز مهمانای خاص را داشته باشیم و همچنان در اوست منتظر است نگین جان که با شما عید مبارکی کنه. سلام نگین، عیدت مبارک. سلامت باشی، عید خودت هم مبارک و خیلی خوشحال هستم که هستی و برنامه را با هم پیش می‌بریم. تشکر، زنده باشی. از خیلی موضوعات خبر دارم که امروز کیا مهمان ما هست. ما می‌خوایم نزدیکت بیایم که راحت بتونیم صحبت کنیم. از بس روزا با ما در برنامه بودی شب امروز می‌بینی. خوشحال هستم عید است و مهمانای خیلی خوب در اینجا هستن، قرار هستن با اونا صحبت هایی داشته باشیم. مرایت اجازه ندادی که یک سلام ملکی کنم، یک تبریکی بکنم. اونو کمره میام وقت شروع کنم. میگه عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم، آفتابی به شب ظلمت انسان آمد. جمله دلها چو کویری است پر از فصل آتش، بر کویر دل ما نعمت آسمان آمده. عید قربان مبارک. سلام و سرسلامتی بر همتون دارم و خوشحال هستم که با ویژه برنامه عید تو عید من با همراهی شبیر و همکاری مهمانهای عزیزم و جمعیتی از همکارای بسیار عزیزم که مصروف هستند در پشت کامرا و همکارای دیگه که در اتاق فرمان هستند، پرودوسر برنامه ما که همه اینها سهم دارن، دستا و پاهایشان درد نکنه که خسته میشن، با ما شما همراه باشین، برنامه رو تماشا کنین و لذت ببرید تا پایانش. یادتان نره که موارد مختلف در برنامه داریم، صحبتایی داریم، از بخش سینما مهمان داریم، از موسیقی محلی داریم و همچنان موارد مختلف دیگه که قرار است در همین چند لحظه یا چند ساعتی که با شما هستیم تمام موارد برنامه را معرفی کنیم براتون و مهمانایی که از شما هم ببینین اینا را. بله، پس با ما باشید و عید تو عید من را تماشا کنید. بله. ای عزیزان، به شما هدیه یزدان آمدن، عید فرخنده نورانی قربان آمدن. عیدتان مبارک، لحظات خوبی را سپری کنین، اوقاتتان بخیر باشه. آمدیم به اولین بخش برنامه عید من عید تو. با ما همراه باشین تا پایان برنامه و مواردی که در برنامه جا دارم مطمئنن دلچسب است و میخوایم که همراهی کنیم. عید قربان است و عید ایثار و عید فداکاری و عید عشق. عید قربان بازم برتان مبارک باشه و در اولین قسمت برنامه ایدی ما قرار داریم. مهمانای خیلی خوب را با خود داریم در برنامه. موضوعات جالب است، کافی است آخر برنامه ما را همراهی کنین. مطمئن هستم که از هر لحظه ای برنامه لذت میبرین، همونطور که ما با شور و شوق با جمعی از همکارای ما آمادگی گرفتیم که یک برنامه خوب با مهمانای خیلی خوب را در خدمت شما قرار بدیم. شما هم لذت میبرین از برنامه. کافی است که نمی گپای ما و تنها چیزی که میخوایم همی است که همراهی کنیم. یکم اصلا هم گرفتیم خیر است دیگه، خیلی دیگه گپ نمیتن کار کنیم ایش نمودت نمیتا در روز عید شام عید دیگه سر آشتی کنیم. خیز جان عمادی را با خود داریم و صدره حکیمی با ما هستن و صحبت هایی می داشته باشیم با اونا. مهمان های زیاد دیگه هم دعوت کردیم، اونا هم هستن، صحبت هایی می داشته باشیم، ولی فعلا اگه شبی راشتی کرده باشه با مهمان های ما عید مبارکی کنیم. من راضی هستم، ولی پیش از اینکه شروع کنم ماشتی هستم امراید. پیشتر قیز جان گفتم که من گیتار رو بلد هستم، اگه بنوازی بر ما یا کدام چیز بر عزیزای ما یک کورد هم غلط بریم همونجا نقصتا میگیرم. دلت دیگه از مرا رفیق مستی کوشش کن خوب بنوازی. سلام، وقت بخیر، عیدت مبارک قیز جان. سلام، وقت شما هم بخیر. نام خودم تو تر تازه مال میشین تو نباشی. تشکر، ما خو خسته برنامه نه، شما هم تر تازه معلوم میشین. اعتماد به نفس داره پایان نه. عیدت تمام بندهای عزیز مبارک و امیدوار هستم که یک عید خوب خوش را آغاز کرده باشن و عید باعث خوشبختی تمام مردم افغانستان شود. سلامت باشین. صدر جان خوش آمدی، عیدت مبارک. خوش باشین. سلام به شما از طریق برنامه زیبای شما و تمام بنده های تلویزیون زیبایتان. عید به تمام بنده های عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلامت باشین. تشکر، زنده باشین. لباس هایتان بسیار مقبول است. من خدا زنده باشین. سلامت باشین. که دخترها همیشه دخترها رو تعریف میکنن. یک نیست. حالا تا آخر برنامه هم را یک دیگه هستیم دیگه باز ببینیم. در آغاز شما را دیگه از شادابی و طرف اعلان کردی خیر باشه. نه دیگه طرف اعلان کردی نشد. این برادران از جمله برادران ناراضی هست. خواهش میکنم. امروز قیس مادی
با آواز زیبای خود، با لباسای زیبای خود قرار است اجرای خیلی خوبی داشته باشه. گیتارش مقبول است، های تارای گیتارش مقبول است. شک ندارم، شک ندارم. چطور بود امروز؟ چگونه سفری کردین؟ روز اول عید خوش گذشت براتون؟ ولی عید خو همیشه خوشی برای لب همگی میاره و خوشبختانه که ما در عید تانستیم که برنامه اجرا داشته باشیم و خوش بگذرانیم وقت خدا، وقت دوستا را. انشالله که همین قسمت خدا را شکر که بخیر گذشته باز. خیلی خوب است. گیتارتان را که میبینم، یعنی احساس میکنم که یکم اگه ازتان دور باشه شما یک رقم دیگه معلوم میشین، وقتی چون دیدیم امرایتان بوده خوب نواختین، زیبا نواختین، امور نزدیکتان بگیرین که چشم خوب معلوم شد. صدر گیتار خوش داری؟ بله چون نه، من تمامی آلات موسیقی را خوش دارم. خب کدامشه بیشتر؟ پیانوره. پیانوره. دخترها معمولا پیانو رو خوش می‌داشته باشن. دیگه برنامه مجبور یک دانه پیانوی کلانه بریم. بسیار خوب. شما با هم توافق کنیم که اول صدره بر ما شعر بخونه یا قیس بر ما گیتار بخونه. من میگم از موسیقی شروع کنیم، خوب نیست؟ از شما نظر نخواست. من همکار هستم، حق دارم نظر بتونم. چیال از روزی جنگ سر بچه ها چکا فشار آوردی سایک و رقای شاین. من از اول قار هستم، نمیشم. خب کار میکنم. صدره تو میتونی اگه مثلا قیس بنوازه خودت بخونی؟ مادا بگران برش چی میگیرم؟ آرپیج میگیرم؟ خودت شعر دارین؟ شعر اگه مثلا تنها یک موسیقی آرام برات بگیره تو میتونی بخونی؟ آرام اونا آهسته آهسته مثل که شاید تو سبکی که داری اونا بخون، قیس جان خودش امرایت میکنه. خوب است؟ درست است. چون کار نکردم کرد دو طرف خفه نشن. آفرین. غمگین باشه نه شا سایکو بود شاید دست ما میخواییم خوشحال باشیم. درست است. چون من همیشه آرام مینوازم. شروع کنیم؟ بخواهیم. به نام خدا. عید آمد وطن دارم، بیا دست دوستی باز کن، نهال بنشان و عشق و یاری آغاز کن. عید آمد خوشی کن، جنگ را تمام، زندگی بساز، محبت را آغاز کن. اختر راشه خودزان سره، جواندون را وله داویرانی را ته، و دانی کره سمون را وله. اختر راشه نفرتونه و رکه غم و رکه، طول افغانان سره یو زای کره یو ترون راوله. ای دست که خوشی آورد در زندگی، همه را فکریاری آورد در زندگی. ای پلیز کم ویت لاتس آف هپینیس، پلیز جس ریموف فرام از ده سیدنیس. اید آمد وطن دارم، با شور و شوق آغاز کن، اید را خوش بگذران، جشن را آغاز کن. تفنگ را بگذار، قلم را بالا کن، رفته رفته صلح را آغاز کن. اید آمد هموطنم بیدار شو، از عشق و محبت سرشار شو. اید را گفته سر حال شو، با همه تبریک و تهنیت همکار شو. اید را میگویم تبریک، با خوشی و جشن عمیق. عیدی خوشی را خواهانم از خدا، بر همه مؤمن و مسلمان و شاه و گدا. عیدتان تبریک. یک شعر ریمکس مقبول پشتو، دری، انگلیسی. باز داری. اولین بار است که دیدم یک شاعر، او هم از جمع دختر خانم ما شعر نوشته کرده و در عین حال به سه زبان خواند. واقعا استعداد است، افتخار است بر همه ما. خیلی قشنگ دید ما رایت. پنج چند کدی هم ترک کنید؟ پنج تا اید کرد. پنج تا شد. شما خوشایند بود برتان قیس؟ عالی، خیلی خیلی عالی بود. حالا شما بخونین بنوازین، ما سه نفره برتان کف میزن. عجب. تا شاد باشن. چشم. دوست دارم همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ همیشه. کاکل تو پریشه، وقتی که کتا کنی زیبا میشه. همیشه.
دوست دارم همیشه همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه، نمیشه نمیشه. کاکل تو پریشه پریشه، وقتی که کتا کنی زیبا میشه، همیشه همیشه. همراه من رنگ نزن، با من گپ از جنگ نزن. من دل نازک دارم، با شیشم سنگ نزن. قلب من از دل بر من چو شیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه، نمیشه نمیشه. دوست دارم همیشه همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه، نمیشه نمیشه. کاکل تو پریشه پریشه، وقتی که کتا کنی زیبا میشه، همیشه 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 همیشه. پیش از اینکه بریم روی سوالا، یک چیز پرسان میکنم. امی کاکلش چقدر کوتاه باشه؟ مثلا کم زیاد ماشین کنه و خوب بدرنگ میگه بیخی برش. نه، هدفش این است که کاکلایی که پیشیده چشمایت میگه پیکای منظورش کوتاه کنه. آیا نام خلاص ای که کوتاه کنه چقدر مثلا زیاد یا کم خوینال تو برش خواندی؟ والا اوش دیگه بدل خودش از دیگه بدل خودش از چقدر میمانه. جنبه های مثبت شه بیدیه، مثلا گفتم رای من رنگ نزن، با من گپ از جنگ نزن. کلا شرط ها را باید دادم انجام بده. انتخابی است دیگه، این راستان رفت سر کاکل دیگه چیکار کنیم دیگه. وام انتخابی از دیگه قیزان که هر چقدر میگی کاکل خدا کوتاه کنه کنه نکنه نکنه هر چی تو راحت هستی. دیگه ما برش میگم دیگه ناکی کار خود دلش بازه، من قیچی میکنه قیچی کنه. خیلی خشنگ، خیلی زیبا هم نواختین هم خواندین. سلامت باشه. چند تا گیتار دارین؟ ام یکی؟ نه والا دو دانه گیتار دارم. ای اولین گیتار است که من امرای زیاد کردم. این زیاد دوست دارم. خیلی دوست دارم. دومی را باز کمتر دوست داریم؟ دومی دیگه مثل که آدم زن دوم میگیره. باز دم خواب تا نقطه میگیره. اول آدم زیاد دوست میداشته باشه. نه دوم از زیاد دوست میداشته. اگه اول دوست میداشت دوم نمیگیره. نه اول شا گرفتیم نه دومشو مجبوری یک تجربه شما. یا هم کمپاین هست دیگه با یک نهوه. فکرت هست؟ مقصد خانم اول مخالفت نکنه با خانم دوم. شوخی میکنم چون روز عید است، شام عید است، امرای دوستای کمی مذاق باید بکنیم. گپ رسان اینال گپ آن برد یک طرف دیگه که یعنی هدفم نبود خانه را خبر کرد، خانه کسایی که باید قرار است مادر جان والا هرچی مادر پدر را بایم که من پیر میشم دیگه خلاص استم دیگه. نه تا هنوزم صبر کن، حتما چند تایی دیگه سر راه است. آب خدا نه هنوز پای خودم باید قدم اول است. سایکو قیز جان یک کار کن، برو در خانه خود پرتو لغتک بزن، یک چند شب نان نخود دیوال دو دیوال دیگه. شما چند شب نان نخوردین؟ هنوز میفهمی چی است؟ نوبت من است، دلم جمع است. خب و سنی هم نیست که باید عروسی کنم دیگه. اگه این کارها رو کنم نقص خودم میشه، گشنه میمانم، از خانه میکشنم. چی فاید؟ خیر است، باز بر قیس جان ما خواستگاری میریم. چی گفتی؟ آه چرا نه، ما در خدمت موافق هستیم. ما دوستا به کدام روز بلرد میخوریم؟ به نیمی روز که بریم خواستگاری گفته خانما بوتای ما پست سیرم بگرده بازم برات میرم. اگر چی میفهم مجبور یک دونه 404 بگیرم از هر رسانه دو دونه نفر سید. مقصد دیر رقم نشه که باز هر روز یک دختر نو خوش کنیم، یک تا خوش کنیم. نه خواستگاری بریم قبول شه باز دارسین کال ببین کل ملت افغانستان ما را بشناسه بگو یک خانه ما خواستگاری آمده بوده. آه تو رام نمیشه بگم چیکار کنیم دیگه. صدر جان خودت بگو که یکان سوال از یام کنیم. از خودش میپرسیم که معمولا چی کارا رو دایید زیاد دوست داری؟ لباس های نو، خینه کدن دستا،
چکر رفتن، آمدن دوستا به خانه‌تون، یعنی مهمان، شاید مهمان خوش نداشته باشین، کار زیاد میکنید. چرا بسیار میبارم. میوی خوش، چی زیاد دهید براتون خوشایند است؟ من خو از همه چیز بیشتر صلح آرزویم است که دهید صلح باشه و بعد از او مهمان زیاد خوش دارم، چون ما از بدخشان هستیم اما فامیل قومای ما برآمدن. فامیل اینجاست و خیش قوم بدخشان است. خوش دارم که از بدخشان بیان خانه ما زیاد نفر باشه و خنده و مذاق و جشن و شادی. حتما میآیرم دهیدها. میان بخیر. با کدام عید شده که مثلا لباس جور نکده باشی برات؟ بر دختر خانم ما سخت است یه بخیده. بله یک روز زیاد جگرخون بودم و هیچ شوق به لباس جور کردن نداشتم. باز دلقی نواد گفتم میخواییم جور کنم. نه خودم جور نکردم، اما فامیل برام جور کرد. نه نه. آها خیلی. حتما دوستت داشته. سپرایز کردن نفر. خیلی یک آهنگ دیگه میخوانی؟ یک آهنگ میخوانم که نه خودت مانایش رو میفهمی، نه ما و شاید هم نه بیننده ها. یک آهنگ اسپانیش است. خیلی ما بریم از استیدی دیگه، یک خودت نه جالب است. خیر ما شعرش فهمیدیم، باز در گوگل ترانسلیت میزنیم برای اون قسم میشه. او چی است؟ نه ترجمه میکنه برای ما. خب ما گفتم کدام ماده موسیقی نرسته. اینا شعر بر زبان گفتن، گفتم باش که ما یک آهنگ بخونیم که یک زبانه باشه. خودشم نخواهم، مام نخواهم. این آهنگ هم آهنگ نیست که زیاد مشهور است، هر کس با گیتار سر کار داشته این آهنگ رو بلد است. میگین که فامید ما مطمئن سای نام رو میون را رو گمه گستالم خو امو خیر از نوم فالتن الان ایرو نلمو اینه دن دن مکوایو پر لسی را یو میبوی las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena en mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena en mi corazón. La ro lai lo lai lo lai lai la ro lai lo lai lo lai. La ro lai lo lai lo lai lai la ro lai lo lai lo lai la ro lai lo lai lo lai 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 lo lai lo lai lai lo lai lo lai lo lai lo lai lo lai lo lai. Me gusta tomar guitarra, me gusta tomar mi canción. Mariachi me acompaña, canto manto mi canción. Me gusta tomar mis copas, amar buentes la mejor. Dame ni al de aquí la lana, sal de saro la sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena en mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena en mi corazón. La ro lai lo lai lo lai lai la ro lai lo lai lo lai. La ro lai lo lai lo lai lai la ro lai lo lai lo lai. La ro lai lo lai lo lai 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 lo lai lo lai lai lo lai lo lai lo lai lo lai lo lai lo lai. Soy nombre mío raro que me gusta la mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. En entenderme caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena en mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena en mi corazón. واه واه چقدر زیبان ما هم رایت کردم نگویی بگراند گرفت فقط امو قسمت ریتمایش بلد بود شعر بلد نبود زبان اسپانیایی بلد هستم و اگه میخوایی شعر برات مانا کنم کلاشه سایگ وقت کم است میگن که وقفه بگیرین خیلی تشکر میکنم ازت خیس جان از تدر جانم خیلی سپاسگزاری میکنم که با برنامه تشریف آوردین شما خیلی زیبا شعر خواندین شما خیلی زیبا نواختین و خواندین ما کاملا لذت بردیم و از طرف بیننده هایم سپاسگزاری میکنم مطمئن هستم برای اونام خوشایند باز امید شما مبارک باشه امید است که بقیه روزای عید به خوبی و خوشی هاش سپری کنین و همه تو که خوش خوشحال هستین
هر روز زندگیتان، هر لحظه زندگیتان عید باشه. و ما هم خیلی خوشحال شدیم که امشب در این برنامه شما را داشتیم. بله. و تشکر که آمدین. سلامت باشید. قربان شما. سلامت. از شما سپاسگزارم. میگین وقفه داریم؟ یک چند لحظه کوتاه فقط فرصت می‌خوایم تا او وقت شما میگان مهمان عید مبارکی کنین، قصه کنین، بعد عید من، عید تو، یادتان نره. ما شروع میکنم. گفتن که حاجیان سعی شما شد به حقیقت سبحان، رحمت الهی از درگاه سبحان آمد. و در بخش دوم برنامه قرار داریم، دو تا مهمان عزیز اینجا با ما نشسته و با ادامه گپایی که با همین مهمانای خود داریم، موسیقی محلی در او طرف ست ما داریم که وکیل جان استالفی را با خود داریم، قرار است بخانه بر ما اجرای خیلی خوب وطنی داشته باشه. ولی شروع صحبت ها را اینجا با دو تا از ورزشکار خیلی متو قوی و قدرتمند خود داریم که دوست داشتنی بر مردم، دوست داشتنی خواه هستن، خیلی زیاد شک ندارم. بر علاوه برد هایی که داشتن، شخصیت خودشان، جایگاه خودشان، تلاش های خودشان که خیلی قابل قدر است، آقای عبدالعظیم بدخشی را با خود داریم و آقای ملک محمد صبر را با خود داریم که دو رشته مختلف ورزشی را پیش میبرند، با هر دویشان آشنایی دارین. خواستیم که امشب متفاوت‌تر داشته باشیم اینا را، صحبت‌هایی در رابطه با عید و عیدانه داشته باشیم، از مسئله ورزش‌ها و چگونگی ورزش‌ها و این گپا کم فاصله بگیریم. کم کم میپردازیم، ببینیم که هنوز هم ورزش میکنن یا نه، یا رها کردن به خاطر عید کل گپا کاله، نشه بعد از کدام مسابقه لد بخورن یا خدای نکرده ببازن. خوش آمدین، عیدتان مبارک. مهربانی سید شما تام بینتان جور بینین تا که ما در اول برنامه جور رو بینیم شما بر قرمان عزیز، بر وکیل جان عزیز، بر نوازندان عزیز از طریق تلویزیونی زیبا شما تمام مردم افغانستان شکار و عید قربان و تمام مردم افغانستان برای تلویزیون تبریک میگم و یک زندگی خوب سپری نمایید در کنار فامیل و دوستان خوشم. انشاءالله سلامت باشین. شما خوش آمدین ملک جان، عیدتان تبریک. تشکر، سلامت باشی. عید بر شما مبارک خواهر عزیز بدخشی صاحب محترم و نوانده دوستایی که می نوازن به طبر محلی و بیننده های عزیزی که در افغانستان هستن و در خارج، همین اکنون ما را از شبکه جهانی آرزو تماشا میکنن، برای هم چنان مبارک باشه. شما سلامت باشه. تشکر. همین روز اولی چه قسم گذشت بدخشی صاحب؟ خب روز اول طبعا به نماز میرین و به نماز رفته بودیم و بعد از او به گوسفندک گرفته بودیم، رفتیم گوسفندک قربانی کردیم. گوسفندک بیچاره خود خب طبعا دیگه رسم عنانات مردم است که تمام از مردم است، تمام بزرگای ما این کار انجام دادن، پیامبران ما و قربانی بر ما فرض شده. دیگه در خانه بودیم دیگه، با اینجا رسانه ها میمون میشیم و در رسانه ها میریم. امی گوسفند قربانی را خودت قربانی کردی، ذبح کردی یا قصاب؟ نه برادرم، برادرم عبدالبصیر او چیکار قربانی کرد و ما خودم بسیار خرد بچه بودیم و گوسفند ما خودم چیکار کردیم، قربانی کردیم که او هم در ناگهانی که گوسفند در وقتی آرام شدن بود میمرد، من ورز و بر خطاگی رفتم اونم یک کار گرفتم ناغ رو گردن از سر ما چی مرام چی چی گوسفند از طرفش دیدی بیچاره کجایش چپک کنم در زمین؟ نه من خودم نگم، یک بار اونم چی نشده، خب گوسفند آرام میشد از یکی از دوستا بود، ما اونجا بودیم باز کارت بود، ما موتو علالش کردم به خدا دعا میکنیم قبول شده باشه. ملک جان خودت اولی در چی گناه آغاز کردی و چی کارا کردی؟ تشکر صاحب، ما در پولی ورزش پاد سیاست ماندیم از زمانی که اسم ما در مفرست لست کاندیدا رفته، دوستا بسیار به تشویقی میگن، به تبریکی میگن و تشویق میکنن مرا، مسیجات زیاد میاد در صفحه فیسبوک هم، در ایمیل هم از دوستای خارجی و داخلی. ما فقط مصروف همی جواب دادن همی دوستا هستم و بعض جایا میرم که دوستا رو بینم. پس شما بسیار مصروف هستین دیگه مثل بله خواهی بدخشی. خیلی خوب است. چی تفاوته مثلا از رشته ورزشی، فعالیت های ورزشی آمدین
دستان پیش ماندین، پایتان پیش ماندین، قدم گذاشتین به سیاست. مطمئنن که تفاوت‌های زیادی را احساس میکنین. چی فرقهایی است بین گذشته و حالا؟ اصلا من نمیخواستم که در اینجا جای کسی را بگیرم، ولی دیدم که من 10 سال به افغانستان خدمت کردم، مسابقه گرفتم، انجام دادم، به امریکا رفتم، شخصیت های بزرگی مرا دید. امروز ما یک الگو قرار گرفتیم درس خود و در المپیک به همه مربیان خود احترام دارم و در رسانه بودیم، در اخبار بودیم. خواستم که از این فرصت استفاده کنم تا باشه که برای جوانا، برای چیره های تاثیرگذار، به نخبگان یک الگو باشم که یک جوان ورزشکار با سن کوچک میتونه که در شورای ملی خود کاندید کنه. ما شما در شرایط قرار داریم که در اینجا دوستایی هستن که بسیار پولدار و به بسیار بهانه ها میخوان که خود در آدرس سیاست بیاین و در ضمنش بسیار پول دار هستن، قلدرگرا هستن، ولی یکی برای ما چانس آمده، من نمیفهم. تشکر از کمیسیون مستقل انتخابات. یک حرف دیگه هم هست که استعدادها را هیچ وقت نمیتونه پول و دارایی پنهان کنه. خواهش میکنم. هر کس میتونه با استعداد خود یک جای برسه. بین که گپای ایدی بزنیم یکم. از این بگوین که از میوه اید از کدامش پریز هستین؟ کدامش خورده میتونین؟ ما شم سیمیان میگن یا سامیان؟ من امور بسیار خوش دارم. بله ما هر جا برم اونم خوراکم است. ما دیگه فقط آب سرد با عوام گرم است. شما میبینین دیگه ما دیگه چیز نمیخورم. بس خلاص. اگر کنون در چوین چی بخور؟ روغن داره، مرچ مساله داره. او چیزا رو نمیخوام بخورم به خاطر اینکه باز شکمم کلان میشه، در آب بازی باز برام به تکلیف میشه، به خاطر اینکه همین چیزایی که غذا که هست روغن داره باز همین استم کلان شوه دیگه بس بسیار وقت میگیره دوباره سنگیر میشه. بله شما حتما یگان رژیم غذایی دارین که رو باید مراعات کنین یا دایت فراموش میکنین همه چیزا؟ خب من تمام هر چیزی قوی باشم رو میخورم. هر چیزی که قوی باشه کدام چیزی رژیم ندارم، فقط چیزی که با فایده ام باشه رو من میشه جان میکنم. یعنی از هیچ چیز پریز نیست؟ پریز نیست. وقتی ما در قرنطین میباشیم خب چیزایی که مفید باشه برای زیاد استفاده. مثلا سیمیان قوی است، نخود قوی است، دیگه چی داریم؟ قوی است، کیک قوی است، چهارمغز، بادام، پسته، کشمش خوب است. کشمش اینا خوب است. دیگه دیگه متو چی هستم؟ متو طبیعت دل از دیگه متو شاپ میخوام. خلاص پریز نیست دیگه. چی پیش اومد؟ خوش اومد. خاطرای جالبی هم شاید براتون پیش اومده باشه در مسابقات، در گپ و سخنایی که تیر شده باشه، در تمرینات، در این گپا. کدام موضوعی است که امیال امرای ما شریک بسازینش؟ خب یه خاطره بسیار جالب دارم، البته شاید خنده‌آور نباشه، خب ولی جالب است. جالب است شخصا. یک سال پیش، یک سال پیش، سه چهار ماه پیش بود که مسابقه از مسابقات آمده بودم و در مسابقات مؤخرم که یک دانه جرمنی بود که او را سینو شکری و تایگر شرف بچه فیلم رفت مبلغ 50,000 افغانی را خواسته بودن، خواست به خاطر من. بله. و من او را که ناکاوت کردم در راوند 3، دو راوند من باختم، در راوند 3 ناکاوتش کردم و هیجانی شده بودن که تو افغانی چی توی دو راوند ای برده بودی جرمانی چی توی نکاوت کردی را. اما این سیزم را ترک کردن رفتن. برای من اقدر جالب بود و اقدر جالب بود که یعنی من بسیار او به امیر روحیه خودت هم بیشتر شد دیگه. بله یعنی اونر پیشه در اونجا بسیار داد مهم برازوا بسیار ارزش داره. مثل افغانستان ما شما رو نیست، اونجا بسیار ارزش داره برازوا. اینجا هم کسایی هستن که ارزش قائل میشن همگی تو نیست، ولی یک چیز میخواستم بگیم که کاش که اگر مثلا جای تو می بودم و که رفته بود ترک کرده بود استیج، می گفتی می رخ 50,000 آوردی، 200,000 افغانیش هم می آوردی برام می زدم. یه واقعا بسیار جالب بود، بسیار جالب بود واقعا. تشویق ها مطمئنا تاثیرگذار می تانه باشه بدخشی وقتی که یک نفر مسابقه می کنه. مطمئنا شما مسابقه های بیرون مرزی داشتین، وقتی هموطنای ما باشن تشویقت کنن چه احساسی می داشته باشی خودت؟ خب اما وقتی نباشن چه احساسی می داشته باشی؟ خب تشویق بسیار رول بسیار مهم داره. با اومد مسابقه مسکو که رفتم واقعا من امروی خودت تعهدارم نبرده بودم. تمام مردم واسه نجریان بود تشویق بهترین چیز است. اما انرژی که به یک ورزشکار میده تشویق است. تشویق بسیار رول مهم داره. ملک خودت مسابقات بدخشی را دیدی؟ ما صاحب بدخشی صاحب دو بار فکر کنم دیدم در یوتیوب و در رسانه ما ندیدم. منتها بسیار ماشاءالله وزنش خوب است، پاورش بسیار خوب است و در یک شرایطی قرار داره که هم نفس داره هم پاور داره. اکنون من پیشتر برش گفتم
که ما میخوایم تو را به دوستایم که در امریکا امی مسابقات آزاد که هستن با اونا وصل کنم که شاید مربیای آقا امرای ما موفق باشن همی یک ما را میشنون خود سلام به اونا و عیدشان تبریک باشه داره. دیگه ما فکر کنم که جوان است و اندی خوب داره باید تغییر مکان کنه و به چند وقت فضای وجه بره به تمرین خوب است امرای ورشکارا ببینم خیلی خوب میشه شما خودتان مسابقات در پیش رو دارین؟ مثلا یک مسابقه بود در جکارتا که من نتونستم در او اشتراک کنم و من خودم نخواستم که اشتراک کنم به خاطر که مصروف بعضی کارهای دیگه بودم بس اگر من تمرین میکردم و مثلا رژیم غذایی یا مثلا مساج میدادم خود یک پا بس همین موضوع دیگه من میموند به خاطر از این بس امشالا در بعدی ها در آینده ها بس من امشالا تمرینات خود را دادم میتونم و اگرچه که فلان تمرین میکنم اما نه با سیستم المپیکی فقط به خاطر لذت بودن خدا کنه که کارهای جدیدتان مانع کارهای ورزشیتان نشه مانع فعالیت های ورزشیتان نشه چون باید بیاد داشته باشین که شما از طریق ورزش از طریق استعدادی که داشتین بین مردم افغانستان و کشورهای دیگه خیلی شهرت پیدا کردین و هیچ وقت را فراموش نکنین ما همیشه منتظر کارهای جدید شما هم هستیم کارهای شما هم هستین میشه کارهای دیگر هم پالیش انجام بدین داله. ولی کلگاب به این نمانه که امروز خیلی خوشحال شدیم به برنامه ما حضور پیدا کردین تشکر سلامت باشین یک بار دیگه میده براتون تبریک میگیم و خیلی سپاسگزار هستیم که با برنامه اومدید تشکر سلامت باشین خوش اومدین و عزیزا حالا یک وقفه کوتاه داریم قسمی که در شروع این بخش برنامه گفتم قرار است موسیقی محلی را با خود داشته باشیم و در اون طرف منتظر هستند یک رفت آمده کوتاه یک کوتاه است یک کوتاه دوباره بر میگردیم پیش از اینکه شروع کنم وکیل جان بیاد جایت خب از جای بریم نمیشه که خرابی شوه ما هم در جای خود برم قسمی که در بخشی که گذشت بانگی یادآوری کردم که در اینجا وکیل استالفی را با خود داریم و قرار است اجرای خیلی خوبی داشته باشیم و من هم در شروع این بخش برنامه بر شما نواختم خدا کنه که خوشتان آمده باشه کل گپ دست ما بود و من نواختم که نمتا صدای موسیقی زیادی از هر طرف برامد البته از یک هرمونیه یا ممکن داره؟ نه خیر خب بیازم نداره دیگه حال قرار است که وکیل جان بر ما بخوانه و با دوستایش همراهی کنه و اجرای خیلی خوب داشته باشن در نخست عیدت مبارک خوش آمدی تشکر زنده باشی هلال عید آمد از بحر مویت واو مبارک بر تو امین عید به ما دیدن رویت واو چکر زنده باشی قربانتان ما هم به نمایندگی از نوازندای عزیز به نوبه خود سلام خدمت شما و خدمت همکارای نازنین شما تقدیم میکنم و یک سلام پر از محبت خدمت و عزیزایی که هم اکنون از طریق کمره زیبای شبکه زیبای آرزو استالفی را بیننده هستند سلام خدمتشان تقدیم میکنم و عید قربان از صمیم قلب برای شما و برای تمام نمتنای ناز خود تبریک میگم زنده باشین تشکر و خوش آمدید بر همه شما دوستا امیدوار هستم که عید به همون خوبیاش آغاز کرده باشین زیاد پرعرفی نمی کنیم وکیل جان بیا که شروع کنیم از اولین اجرایت کدام آهنگ میخوای اجرا کنی شاد است آرام است چیگونه اسیدی است زنده باشه میخوایم که در شروعات یکی از آهنگای برادر ما زبی جان که وقت اونورا زیبا اجرا کرده بودن پیام ایدی است که میخوایم از طریق هنر خود به دوستای خود ایده تبریکی بتونم منتها ایدی بعدی از خودت باشه دیگه تو نمیشه از خیشاره خانه بریم باش که ما بخیر تو نه از برادرم است خیلی خوب است ما آماده هستیم و در اون طرف مهمانای دیگه هم هست اونا منتظر هستن که خودت اجرا کنیم جشن عید است و به همه یاران مبارک جشن عید است و به همه یاران مبارک با
کافه این ملت افغان مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک، هی جشن عید است تو با همه یاران مبارک، جشن عید است تو با همه یاران مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک. ای های این روز خجسته که خوشحالی مومن است، این روز خجسته که خوشحالی مومن است، مبارک برای هر مسلمان مبارک، مبارک برای هر مسلمان مبارک، جشن عید است و با همه یاران مبارک، جشن عید است و با همه یاران مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک. اینم تو میگم برایتان عید مبارک، از دل و جان میگم برایتان عید مبارک، جشن عید است و با همه یاران مبارک، جشن عید است و با همه یاران مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک، جشن عید است و با همه یاران مبارک، جشن عید است و با همه یاران مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک، با کافه این ملت افغان مبارک. خیلی زیبا. همونطور که گفته عید قربان به همه کافه ملت افغان، عیدشان مبارک. بیا بر ما بگو وکیل جان که چند سبک موسیقی را تا حال کار کردی و به نظر خودت کدامش سخت‌تر بوده؟ باید به کدامش بیشتر انرژی مصرف میکردی، بیشتر پشت کار میداشتی؟ شبیه جان عزیز، موسیقی بسیار کار مشکل است، هیچ آسان نیست. هیچ کار در دنیا بله، آسان نیست. هیچ کار در دنیا آسان نیست و از ضمن از او که هنر ما موسیقی است، موسیقی هم خود موسیقی است یک بحر است. دیگه بسیار مشکل کار است. ما خودم یک گپ دیگه هم است، چند تا بحر است؟ کدام بحر است؟ خب اما هر کس برابر توان خود که یک قطره بگیره بسیار خوب است. دیگه شبی جان عزیز، ما در خانواده هنر به دنیا آمدیم. کلمات پدر جان ما حاجی صاحب گل محمد استالفی، یکی از محلی خانه افغانستان است و همچنان برادر بزرگم زبی جان استالفی. رشته خود ما موسیقی محلی است که هم سبک غزل پیش می برم و هم شاد هم محلی. دیگه ما موسیقی صاحب کمک از محلی است شبیر جان. خیلی خوب است و همونطور که شما یاد کردین از پدر جانتان و ما هم خبر داریم که اونها از یکی از پیشکسوتان بودند که در موسیقی افغانستان بیشتر کار کردن و امروز هم معلوم میشه از زحمتایشان که وکیل جان در اینجا با خود داریم. سوال های دیگه هم هست که پرسان کنم، اگر زیاد گپ بزنم شاید خیلی خسته کن شوه. همکارای میگه که وکیل خوب چاربیتی خوانده میتونه. خب من به خدمت دیگم، شب به خدمت شما هستم. یک آهنگ شاد چاربیتی اجرا کو که گله گیره برداره. گل که بازاری شود بلبل زند خود را بدام،
از برای آن که سیادش با بازار آمدن هی تو گلگل شوریده دمسان چمن نالای تو خوش است یا نالای من تو ناله ز گل داری و من ناله ز تو هنه گل با تو کی وفا کند یار با من نه گل با تو کی وفا کند یار با من پیشم بینشین دم غزل میخوانم از درد خودم در این محل میخوانم از درد خودم که به تو تنها شدم یعنی که غزل 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 میخوانم یعنی که غزل 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 میخوانم شبکی عید قربان از خدا جان چطور فکرم پریشان از خدا جان همه با یار خود سوبات گیرن سرم و عید سوزان از خدا جان سرم و عید سوزان از خدا جان های های آیت ناید شبهای دراز که یارو شیرین باشه شبها را بیافی دیگر نبیافی مارا شبها را بیافی دیگر نبیافی مارا خدایا سنگ مرمر میکدی ما زیر پای مادر میکدی ما با زیر پای مادر توتا توتا بالا گردان پدر میکدی ما بالا گردان پدر میکدی ما گلکی ریش خفه چان باشی یار جان با دست کوی اوپیان باشی یار جان با دست توی اوپیان شمالی همیشه شاد و خندان باشی یار جان همیشه شاد و خندان باشی یار جان هی تو گل بابوستانی تو شاخی ارغوانی هی تو گل بابوستانی تو شاخی ارغوانی این غم تو چاره من شاد افسوس غم این جوانی چاره من شد اصاب من این جوانی ایده من ویژه برنامه ایدی ما است که میتونین امشب تماشا کنین امیدوار هستم که لذت ببرین براتون خوشایند چه از هر بخشی که در این برنامه جا دادین شما بتونین استفاده ای را داشته باشین خوبی و زیبایی برنامه بایی است که مهمان های متعددی داریم از بخش های مختلف و حضور اونها میتونه که برنامه را زیباتر بسازه یعنی ما مشاور خوب مطمئن هستم خسته کنم تمام میشم
خوستن شدیم. چون خسته تمام شد آمده او طرف صد بخش که گذشت موسیقی محلی را داشتم خیلی لذت بردم و مطمئن هستم اجزاییم که شنیده لذت بردن. خب بازم گپ از موسیقی محلی بود از خود نبود. من مطمئن هستم که گپ های خوب دارن. ای اتا فکایی هم آوردن دیگه چی میگی؟ آخای سیاردی و با خود داریم فیصل حکیمی را و همچنان فردین علی خان داریم و همچنان نوید مطمئن داریم که اینا فتنس مدلینگ میکنن. در پهلوی از اون مسئولیت های دیگه هم دارن، کارهای دیگه هم میکنن، ولی فعلا خواستیم بیشتر در این رابطه صحبت های داشته باشیم چون آقای ادیب کسی هستن که بر اولین بار فتنس مدلینگ در افغانستان آوردن و کار بسیار نیک کردن. مطمئنا همگی ظاهر زیبا، خوشتیپ بودن، خوش لباس بودن، خوش اندام بودن دوست دارن، ولی شاید انگیزه ای را ندارن که از کجا، چگونه، چطور آغاز کنن. خوبی این کار همی است که همه با ظاهر زیبا میتونن در اجتماع ظاهر شن اگر تمام مسائل را در نظر بگیرن که هر چهار مهمان ما با ما هستن. پیش از اینکه صحبت های زیادتر ما داشته باشیم باید بر اونا خوش آمدید بگیم. خوش آمدین همتان و عیدتان مبارک. خوش باشید. سلام و شروع را از استاد سیاد میکنیم. خوش آمدین، عیدتان مبارک و حرفایی که دارین، تبریکی دارین، بفرمایید. در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شما و کسایی که میل از دست طریق تلویزیون آرزو ما رو تماشا میکنن. تشکر. و ایده برای خودتان، برای تمام ملت افغانستان تبریک میگم. خدا کنه که این روز ایده و خوبی و خوشی سپری کرده باشه. سلامت زنده باشین. شما هم خوش آمدین نوید جان. سلام خدمت شما و خدمت بیننده های محترم. سلام. من هم به نوبه خود ایده خدمت شما و به تمام ملت افغانستان تبریک میگم و خدا کنه یک روز ایده خوش را سپری کرده باشین. شما سلام. فیصل جان خوش آمدی به برنامه و عیدت مبارک. تشکر شما. منچنان یک سلام خاصی بر شما و بر بیننده عزیز همین اکنون که ما را تماشا میکنن و عید همه ایدون تبریک. تشکر. شما سلامت باشین. عید شما مبارک. عید شما مبارک. خوش آمدید. سلامت باشی جانتون دور باشن. فردین علی خان هستم از طریق برنامه تان ایده تو ایده من. ایده به شما و بعدا به بیننده های عزیز تبریک و تهنیه درد میگم. خدا کنه هر جایی که هستن جور و صحت و سلامت باشن. تشکر. زنده باشین. خوش آمدین. امی روز اول اید بکی زیاد خوش بودشت. کل اگه دسته خدا بالا کنه. خب هم خوب گذشت و هم کمی جنجالی و خواسته کن بود چون روز اولی است. وقتی که میخیزی گذشته از نماز عید که خوش میگذره، باز در جنجال قربانی که وقتی میشی یک ذره خسته کن برای تموم میشه. روز میگذره دیگه دمو گوشت و تکدن و تقسیم گوشت و کردن گوشت تقسیم کردن تا بالاخره که دیگه رو شام میشه. اینا بالا آمدیم به برنامه شما تا این دم هم خوش گذشت. هم خیلی خوشحال شدیم که تشریف آوردیم. من یک معلومات مختصر خورده ریزم، معیف مناسب بود نامناسب بود در رابطه با فتنس مدلینگ دادم و کاری را که شما آغاز کردین. بیشتر از خود شما میخواییم بدانیم از این که چطور، چگونه این انگیزه خلق شد، چطور ایجاد کردین این گروه را و چگونه میخواییم پیش ببرین. شب بیشتر برای ما بگوییم که معلومات. تشکر از شما. هرچند که شاید از کسایی که مغرب میبینن برشان گفتیم، بازم یکی در دوستایی که آگاهی ندارن، ما سال 2017 به کشور هندوستان سازمان بادی پاور دعوت شدم در مسابقات فت فکتور. کنجا مسابقات فتنس است و فتنس مدلنگ است. از اونجا که من در بین 736 نفر مقام هفتم گرفتم، یعنی هم در کاتگوری فتنس ما مسابقه کردم در بخش فتنس مدلنگ. این یک انگیزه بسیار خارق العاده برای من داد که باید فتنس مدلینگ بکنم. وقتی در افغانستان آمدم کارهای خورده ریزه را خودم پیش بردم. یکی در کارهایی که تانستم خدا یعنی یک در کار به خود فتنس مدل بسازم، معرفی کنم برای مردم فتنس مدل. باز خواستم تیم بسازم چون در محیطی که من تمرین میکردم تمرین میدادم، دوستایی که داشتم جوانایی که خوشتیپ بودن و خوشندام بودن، وقتی که دیدم در اطراف ما، گفتم چی بهتر است که تنها خودم نباشم یک تیم داشته باشم. بله. از جوانا که تا بتونن این جوانا هم استفاده از فتنس مدلینگ کنن، با آرزوهای خودم برسن و هم برای مردم یک نوع تشویق باشه وقتی که جوانا رو میبینن.
وقت پیشنهاد برشان کردم بسیار به خوبی و خوشی پیشنهاد ما را پذیرفتن. آغاز کردیم از امو جا تقریبا یک سال قبل آغاز کردیم که فتنس مدل ما یک سال شده که جریان داره و وقتی که آغاز کردیم وقتی که از طریق رسانه ها مردم خبر شد از طریق سوشال میدیا مردم خبر شد بسیار تشویق کردن بسیار مردم بسیار جوان ها هیچ کس نیست که بگه زیبایی را دوست نداشته باشه مطمئنن که تشویق میکنن باز ما بعد از افتتاح تیم میارایی که خود فتنس مدل داره و را در نظر گرفتیم و مقرراتی را که داشتیم ماندیم روی امو میارا ما هر جوان یا هر مدلی که میایی ما میپذیریمش و بالایش کار میکنیم و تا الان فضل خدای نه فعالیت های ما ادامه داره جوان ها تشویق های مردم و ماشاءالله تمام مدل های ما مدرسه شده بین مردم افغانستان و آسیا و جهان استاد من مطمئن هستم هر کسی که باشه مثل من جای من قرار بگیره وقتی قسم اندام زیبا را ببینه یا قسم اندام زیبا را ببینه او مطمئن میره راجع سر میکنه خود را ثبت نام میکنه تا تمرین کنه اندامش مقبول شوه مثل من یا مثل شما خیلی کسا علاقه من دیگه پا هستن باش به خاطر که فیصل جان و دوستای دیگه ما آرام نباشن گپای نام داشته باشن فیصل جان کدام وقت شده که مهمان در خانه بوده باشه و تو مثلا شو آورش داشته باشی بگیرن گلاس تانه نشان بتی بازی در را بری و مثلا قدم زدن تا به خاطر که مردم زحمت میکشه تا یک اندام خوب داشته باشه و بیرون که میره یا طرف مقابل با کس قرار میگیره باید شو بده دیگه خب به خاطر جور کرده تو کدام وقت شده که مثلا گلاس همه تو سلوی که درست کرده باشی چای خورده باشی اصلا وقتی که تمرین میکنیم طبعا عضلات مکمل خود آماده میسازه بعض حرکت ها را که انسان های میرن فکر میکنه که اصلا نمایش شو میکنه سر مردم مگم نه چون که بادیشان آماده شده یا جور کردن خدا به همتون به مردم معلوم چیز خواست نه خیلی خوب شاید مفکوری تو اگر شما این تمرین نکنین شاید همتون یک کار کنین بگم فکر نکنم از ما من اگر داشته باشم کل کارهای همتون نمایشی پیش میبرم من نمیبرم از همون خاطر این مشاهده شاید همی کار کنین فیصل جان در ضمن نزدیک فتنس مدلینگ کار میکنن فوتوگرافی هم بلد هستن و دیزاین هم میکنن در این نبوت یکم بیشتر بر ما معلومات بتیم ما در سال 2018 بود که فوتوگرافی را آغاز کردم به شهر بار اول رفتم به خاطر ترنینگ یا کورس شارت مدت شخصی گرفته بودم در ایندیا در اوج آغاز کردم سال دوم هم باز ایندیا رفتم و سال دیگه که فعلا امسال میشه دوانستان کار میکنم به شکی از استادای که نصیر ترکمنی یک سلام و ایده برم از نام تبریک میگم دیگه فقط جریان دیگه فعلا درس هم هست و کارم کردم از 2017 آغاز کردم 2016 فردین جان خودت در مورد کارایت بگو و برمه ایره بگو که چیگونه خواستی که بیایی فتنس مدلینگ شروع کنی و استاد سیاره چیگونه پیدا کردی و چرا خواستی که بیایی یک مدل باشی یک اندام مقبول داشته باشی خب چی باعث شد؟ هرکس شوق علاقه خود داره و یک شوق علاقه که ما داشتم بیشتر به ورزش بود به فتنس بود باز ما از این طریق فتنس هم رو استاد سیاره آشنا شدیم باز امره و ساسایار ادیب دیگه تصمیم داشتن که میخواستن تیم جور کنن از این شروع ایجاد تیم که امرهشان هستیم تا به حال باز تشویق های استاد بود و شوق خودم بود که دمی عرصه آمدیم و داخل شدیم مسابقه دادیم نمایش ها دادیم در داخل در بیرو در هندوستان بخصوص شاید شما در جریان باشه که این تیم ما در نمایشات بودی پاور هندوستان در بین در کشور آسیایی و بیش از 1000 ورزشکار بهترین نمایش بودی پاور هندوستان گرفت دیگه این تشویق های استاد بود که ما رو تشویق کرد و شوق خودم بود که در عرصه دمی مدلینگ و فتنس آمدیم قبل از فتنس کدام رشته ورزشی را پیش می بود؟ خب قبل از فتنس تا جایی که من یادم می آید که در شروع مکتب که ما فوتبال کردیم تا پیش از اینکه من فتنس را شروع کنم باز بازو که نتونستم فوتبال را ادامه بودم بازو با آمدم در فتنس چون شوقم چون وقتی که جوان شدم دیدم که نه سخت نبود باز من که وقتی که کلان شدم جوان شدم دیدم که شوق من از این کرده بیشتر از طرف فتنس رفته میره باز باز من ادامه دادم به رفتم در فتنس به فتنس شروع کردم خیلی خوب است نوید جان شما خیلی کم گپ هستین
بنابراین شما از آغاز همراه آقای ادیب بودین یا دمی آخر به ایشان پیوستین؟ خیر، از آغاز با تیم استاد بودیم که با استاد معرفی شدیم و تا هنوز هم با تیم استاد هستیم. خب ویژگی کسی که میاد این بخش فعالیت میکنه با یک فرد عام چی میتونه باشه غیر از ظاهر زیبا؟ فیتنس مدل، یعنی به معنای ازی که باید یک بدن زیبا داشته باشه و در ضمن آن چهره هم مهم است. آها، ولی زیادتر وقتا چهره فقط این قدر است باز اندام سر تا پا رو میگیره نه؟ فکر کنم در کل قسمت مثلا مدلینگ خب بسیار مشهور شده، بیشتر کسی یک نفر را دیر هم ببینی اگه اکس میگیره من دازن من مدل هست مکتون نوشته میکنن در اکساشون. اما باز فتنس مدلینگ چی هست؟ فتنس مدلینگ یه که تو باید در ضمن یک ورزشکار سهی باشی، یک جان زیبا داشته بکن، هم بلوس هم یه خنقا که میبوشی بدون عدد که تو بگراند تا جور میکنه کلر مندازه و کالای تا جور میکنه بدون عدد یک جان مقبول داشته باشی. این بلوس واقعا مقبول بگیه برد. ببخشید، یک سوال از شما داشتم که اگر کسی بخواد که یک اندام خوب داشته باشه باید چه معیارایی را پیش از او داشته باشه و بعد از او چه معیارایی را تعقیب کنه تا بتونه امو اندام مناسب خود داشته باشه با خود؟ خب قبل از اینکه آغاز کنه که یک اندام خوب داشته باشه، در قدم اول یک اراده قوی باید داشته باشه. قبل از آغاز ورزش وقتی که اراده قوی داشت، بعد از اینکه مراجعه کرد به جیم یا کلاب، میتونه با مربی هم نظر شوه، مشوره بگیره، تحت نظر مربی خود تمام تمرینات خود باید پیش ببره، تمام رژیم غذایی رو پیش ببره، تمام اصولایی که در ورزش است خصوصا در فتنس او را باید مراعات کنه. مثلا از جمله که را اکثرت ورزشکارای ما متوجه نیست، اخلاق ورزشی که میگن، اخلاق ورزشی را مراعات کنه که اخلاق ورزشی یک علم است در ورزش. اگر تمام این موارد دنبال کنه انشالله یک روز یک فتنس مدل خیلی خوب میشه باشه. طبعا اگر گذشته از اگر همون میاره که فتنس مدل ما فعلا جربه سمه از خود یک شخصی که ورزشکار باشه، خیلی کوتاه اگه اشاره کنین استاد که وقت ما کمه، که خودت اگر بخوایی که فتنس مدل هم نشی بخوایی یک ورزشکار شایی، اگر بخوایی مدل شایی در اونجا باز میارای دیگه هم هست که باید چهره تا خد و چهره تربیش باید. خیلی زحمت کشیدیم تا قسم یک اندام بر خود جور کردم، سالها را در بر گرفت، خیلی مصرف کردم، شوانان نخوردم، حال نمیخوایم که از دست بتم و خیلی خوشحال شدم که به برنامه حضور پیدا کردین. اگر اجازه باشه یک سوال خیلی مختصر دارم به دل میمونه اگر نپرسم از آقای گپ نمیزنم. از صبح تا حال قهر کرده فلاور. شما گفتین که مسابقات بود و اشتراک کردین، نام از مسابقات چی بود؟ مسابقه بود و نمایشات بود که استاد در مسابقه فتنس اشتراک کرد و ما که بودیم در نمایشات اشتراک کردیم. بودی پاور هندوستان. شما بگوین استاد که چه قسم یک برنامه بود و چگونه سپرد؟ خب مسابقات بودی پاور یک سازمان است که ما را دعوت کرد از آغاز سال 2018 که ما در بین 1000 نفر تانستم در بخش فتنس، من فتنس مدل مقام چهارم هم بگیرم و تیم همراهیم که بود که بچه هایی را که میبینین تانستن لقب با نمایش دادن فتنس مدلینگ با لباس هایی که ما جور کرده بودیم یا برشان تنظیم کرده بودیم نمایش زیبایی را کنجا اجرا کردن، بهترین لقب بهترین نمایش سال 2018 بادی پاور از آن خود ساختن که کلانترین دستاورد در ظرف یک سال به تیم ما. و اگه ایره نمی گفتیم حیف میشد، نمیشد ناقار کرده، ولی قبلا صحبت کرده بودن ریاضی نه، ولی کلا نگفتن که بله بله. چی برد داشتیم. خوشحال شدیم که بیشتر معلومات دادین استاد. تشکر و افتخار بزرگ بر ما، بر ملت افغانستان، بر تیم شما است. سلامت باشید. با امید موفقیت های هرچی بیشتر شما، ما خوش داریم که نام افغان ها در سراسر کشورهای دیگه بلند شد و به هر موضوعی که هست فقط کوشش کنند. موضوعات بد نیم اخصد. خب مطمئن هستم همیشه وقت موضوعات خوب را دنبال میکنند به خاطر موفقیت های خود. من خود تعزیت میکنم. خیلی تشکر میکنم. بازم ایتون تبریک باشه و با وجودی که خسته بودین بازم به برنامه ما تشریف آوردین. تشکر میکنم. تشکر از شما. امید شما خوش آمدین همه شما. ایدتون خوش. بازم ایدتان مبارک، لحظات خوبی را سپری کنین، لذت ببرین. بخش بعدی هم خیلی شنیدنی و دیدنی است، یادتان نره. مقصد میگم که موسیقی بامیانی است.
قرار است که ما و خودت خداحافظی کنیم، ولی قزود نمیمانم که ست بری خودت و ست ترک کنی. باید دو اجرای دیگه هم پیهم بر ما داشته باشی. اجرای نمتو که دو تا پارچه اجرا کردی شاد بود، نمتو دو پارچه دیگه هم شاد. بخاطر که میفهم قرار است خودت جای دیگه بری دی کردن و مهمانایی است که خودت میخوای بین ببینن به خانه و یا جای دیگه هم شاید دعوت باشی جای دیگه هم، درکت میکنم. و کدام دو پارچه را سردست داری که قرار است پیهم بخوانی؟ خب شبی جان قن یک آهنگ قطغنی میخوانم که دوستان شاد شوند و یک فرمایشم از همکارای شما از دیگه کمور اجرا میکنم. همکارای ما هم نام خدات یک فرمایش های میتن شانه پرانک. بله. خب زیاد پرحرفی نمی کنیم عزیزا و قرار است که با می دو پارچه اجرا وکیل جان عزیزت بره با ما، ولی مهمان های دیگه هم داریم که در کنار ما هستن، در ست دیگه منتظر از اونا هم هستیم که گپای دارن برای گفتن، عید مبارکی های دارن. حالا از وکیل مشنیم. خب تشکری میکنم از شما و از همکارای نازنین شما و عزیز و از عزیزایی که تا بال ما را نگاه کردن، جهان سپاس. امیدوار هستم که آهنگای ما مورد پسندشان قرار گرفته باشه. حتما. وی دانه دانه یک دانه کشکت آب دانه سوتای قطغنه سالفی بخانه ویه سازا شده قطغن خواندن کنم رنگارا با دوستان آلا کنم وی خلق دوستان شدن ایام و اید آمده شور و نوید آمده وکیل جان استالفی و آرزو آمده فردا نداریم باور
خاتمه زنده باد ملت من آرامی افغانستانی آرام ای آرمان حاجت من ای آرامی افغانستان آرمان حاجت من گل کرش قپه چون باشی یار جان شمالی شمال میده داره بدشت توی اوپیان باشی یار جان قابل جان هوای تازه داره دشت کوی اوپیان شمالی مزار جان شمال میده داره همیشه شد و خندان باشی یار جان شمالی شمال میده داره گل داره شکر داره شمال میده داره دکو جان گذر جان استال هوای تازه داره پروان جان، پنشر جان، سالنگ جان، شمال میده داره خنده هار، ننگر هار، هیرا جان، هوای تازه داره سمت و غرب جنوبی، خلاصه افغانستان، هوای تازه داره عجب گل بچه های کاکه داره عجب گل بچه های کاکه داره قربان کندوز جان شمال میده داره شیر مردان و جوانان تا قربان چاردی جان هوای تازه داره شیر مردان و جوانای زنده باشن لوگر جان هوای تازه داره سیدواز جان اوپیان تا قربان ننگر هار شمال میده داره شمالی شمال میده داره قابل جان هوای تازه داره هیرا جان شمال میده داره استال هوای تازه داره پروان جان سالنگ جان پنشر جان شمال میده داره در قربان هوای تازه داره مزار جان شمال میده داره سمت و غرب جنوبی خلاصه افغانستان هوای تازه داره عجب گل بچه های کاکه داره عجب گل بچه های کاکه داره شروعی عشق و ایمان است، عید سعید قربان است. و دوباره خوش آمدید به بخش بعدی برنامه، برنامه عید تو عید من است. قسمی که در شروع برنامه بر شما وعده دادیم که بهترین ها را در این برنامه خواهیم داشت و همونطور از اول برنامه بهترین ها را داریم تا این بخش برنامه که حالا جناب ولی تلاش با فرانگیز با خود داریم و در بخش گذشتم که نگین با موسیقی اصیل بامیانی با گروه سالسا بود و امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه از اجرای اونا. حالا حرف و گپ هایی داریم با استاد تلاش و فرانگیز با رسامی هایش که چی رسامی هایی را پیش گرفته، کدام سبک از چی رسامی هایی کرده. در نخست خوش آمدین استاد، عیدتان مبارک. تشکر میکنم. اول خواهش میکنم که مرا استاد نگوید، من خدا در او حد نمیدونم. لطف دارین استاد، شما بزرگوار هستین. تشکر میکنم. خیلی خوشحال هستین. من
عید قربان در حال بر مردم سوپوار و بستگان سوپوار خود تبریک میگم که فاجعه غزنی، فاجعه آموزشگاه امنیت ملی و مکتب مهدی موعود. بله. همه اینا داغدار هستن، مردم ما داغدار هستن. باز هم ما عید سعید قربان با مردم عزیز و شرافتمند خود تبریک عرض میکنم. با شما هم تبریک عرض میکنم. من نگین جانم زنده باشین. تشکر. آرزومند هستم که دیگه خانواده های عزیز ما در سوگ فرزندان خود نشینن و هر روزشون عید باشه. انشالله همی عید به فال نیک میگیریم و برکت همی عید قربان که همه عزیزا قربانی کردن برای رضایت خداوند متعال، این غما غمای آخر همه ما و شما باشه. عید شما مبارک. فرنگیز جان خوش آمدین. تشکر. در ابتدا ما هم با سرآغاز سخن به نام خدا شروع میکنم و سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه بینندگان و عید سعید عطا را خوشاست باد میگم بر همه. شما سلامت باشید. فرنگیس قبلا هم به برنامه دعوت کرده بودیم، بعضی رسامی هایشون دیده بودیم. من فکر میکنم زمستان بود. بله. از او وقت تا به حال مطمئنن که خیلی کارهای جدید را روی دست گرفتی و بالایشان کار کردی. همون طور است؟ بله. کارهای جدید امیال نشان بود. خوب است. بله. ما میخواییم ببینیم که چی کار کرده فرنگیس ما. منتظر هستیم. کارهای جدید اول از طراحی لباس شروع میکنیم. شما میشه او را بر ما بتین منشان شما بانگین جان صحبت هایی میشه داشته باشین. پس طراحی لباس هم شروع کردین کارو شده دیگه فرنگیز. بله. جان طراحی لباس خیلی خوش دارم و بیشتر به او علاقه هم دارم نسبت به رسامی و چهره هم کار میکنم در پهلوی طراحی لباس. این هم میشه کردیم تا خیلی خوب است. چهرم الگو برداری میکنین یا هر کسی باشه میتونین رسامیشون کنین یا از روی عکس ها کار میکنین؟ از روی عکس ها خود تا فعلا کار نکردیم یا تو کسی را مثلا لایک رسامی کرده باشون. اینا تمامش وقتی که در ذهن ما یعنی خطور کرده ما اینا را به تصویر کشیدیم. خب اینا را از فکر خودتان از انگیزه خودتان آماده ساخته. خیلی خوب است. آقای تلاش چقدر خوشبین هستین به آینده نقاشی و رسامی فرنگیس جان؟ ما یکانه کسی که در خانه مشاوقش هست ما هستم. چقدر خوب. همونطوری که زندگی انسان باید بار داشته باشه، بازدهی داشته باشه، ما آرزومند هستم که همونطوری که ما عمر خود وقف سینما کردیم، وقف فرهنگ کردیم، آرزومند هستم که دختر من در بخش نقاشی که یک رکن دیگه است، فرهنگ است و از هنر است و بسیار مهم است، آرزومند هستم که بتانه به طور مسلکی و مستمری را ادامه بده و یکی از آدمای ماندگار در بخش نقاشی باشه. خیلی عالی است. میگن که هنر انسان را جوان نگه میداره. آقای تلاش همه تو رست یا نه؟ من فکر میکنم که بعضی ها به می عقیده هستن ولی من به یه عقیده نیستم. شما به چی عقیده هسته؟ اعتقاد من این از وقتی که آدم در هنر می امو ظرافت ها و نازکی های هنر ها. او چیزهایی که در هنر تخیل میکنه او درون انسان میخوره میکاوه. بله. نه تنهایی که شاید موسیقی میتونه که آدم شاد نگاه کنه، اما ولی هنر سینما یا نقاشی پیکرتراشی و این هنرها میتونه که با ذهن و روح انسان سر و کار داره، انسان میتونه که مثل یک آهو بکنه. جناب تلاش شما خدا نخواسته باشه بیشتر فیلم ساختین، در فیلم ها نقش بازی کردین و حالا هم فرنگیسیان بیشتر خوش داره که طراحی کنه، در بخش دیزاین کار کنه. بله. گاهی هم مثلا شده به خاطر لباس یک صحنه، به خاطر یک دیکور همون صحنه نظر خواسته باشین یا گاهی شریک ساختین همراه فرنگیس جان که من از خودت کمک میخوایم به خاطر ثبت اینی صحنه فیلم ما بیا نظر بده بر ما که چگونه باشه، چون کسی که به کار علاقمند باشه او بیشتر میتونه فعال باشه در رشته در بخش. گاهی هم ایتو شده؟ گپ شما بجا هست. ما در صحنه فیلم نبردیمش، انوزی در او حدی نیست که بتونه به در صحنه فیلم نظریه بپردازه، ولی در خانه خود ما که دیالوگای خود تمرین میکردم در روی حویلی یا در درون اتاق، ما دیالوگای خود برای این میدادم که گویا پارتنر ما باشه بتونیم با هم دیالوگای خود کار میکردم و لباس هایی که میپوشیدم برای صحنه که میگفتم بچه من میخوام در این صحنه من این لباس ها پوشم، یک ببین نظرت چی هست. باز میگفت پدر
درست است برای من نظر میداد میگفت قابل تایید ماست پدر برو پس میتونم امرای خوبه باشه بله 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 واقعا که راهنمایی خوب میکرد خیلی مفید تمام میشه وقتی دو نفر مسلکای را یا کارهایی را انتخاب میکنن که با هم همخوانی داره نزدیک است و میتونه مشترک باشه کارهایی که فعلا بالایشان فعالیت دارین مصروف هستین کدام و اساق های تلاش یعنی فیلم سریال نگین جان قند برای فعلا فیلمی نداریم اما ما چی بگویم براتون جسارت بگویم یا گستاخی بگویم خدا نخواسته باشه یک دو فیلم نامه نوشتیم روی از اونا کار میکنم برای یک تعداد دوستای خود را ما ایمیل کردیم که اونا با فن نویسندگی آگاه هستن و مسلط بله میخوایم که اونا را از نظر از او ویراستاری شا بخیر اگر خدا بخواه که برای اولین بار خودم میخوایم که فیلم کارگردانی بکنم البته نوشته خودم این عالی است ما هم شک نداریم که حتما یک کار خوب و خشنگ بدشه اونم با کمک دوستان انشالله میخوایم که این کار رو بکنم از فرنگیز میشنویم که فرنگیز جان بجزی که مصروف کارهای رسامی و طراحی هستی دیگه کدام کارا رو در خانه انجام میدی مصروف چی کارا هستی راستی دیگه میتونی بسوزونی یا نه ما میخواستم بگویم که شبیر پرسان میکنه در پاکاریای اشتراک کردی یا نه گرفته بودی نگرفته بودی جان ما خوب برآمد در خانه خودم نه خیر بعد بگویم که بسیار سهم کمی در پاکاریای داشتم دیگه مصروفیت ها خانه معلوم دار است که به دخترها خیلی زیاد است تمام دخترها در خانه کار میکنن مصروفیت های خانه است و بیشتر در مکتب مصروف هستم در مکتب هم همین قسم کارهای طراحی و دیزاین و اینا را پیش میبریم مثلا جریده که میسازیم یا بعض محافل که میباشه تمام اونا با عهده ما میباشه در مکتب گروپ هستیم و تمام ما یک جا اونا را جا میکنیم و دیگه مصروفیت خاصی در خانه ندارم فقط مصروف همین کارا هستم آه یک کار جدید هم داره اوجا میخوایم خودت نشان بدی به کمره و در مورد ازی صحبت کنی و این یک کار جدید است که هم به صورت کاردستی و هم میتونیم طراحی بگوییمش که از تیشو پیپر یا دستمال کاغذی ساختیم که یک پیراهن عروسی است چی اگر عروس مقبول هم رسم کردی؟ تشکر واقعا زیبا است بخی ما و عروس ماشاءالله شما از این کلمه مقبول خب کسایی که چای صبح نخورن خیر ایگه پارا داره دیگه میدی خالی هر چیز میگه چای صبح چی باید نان شب بگویی آه یک رسم دیگه هم دارن خیلی قشنگ است ماشاءالله و ای که ابتکار به خرج میتی و چیزهای جدید اضافه میکنی یا هم مستم در لباس نکاب انشاءالله بخیر میاد جوانی ها رفتی کلم خیلی قشنگ است خیلی زیبا است چطور انگیزه برد رخ داد که خواستی با کاغذ توشو پیپر آماده بسازی لباس عروس و چقدر وقت تا گرفت؟ وقت خب به شک میگیره ولی انگیزه برای من این رخ داد که من این را تجربه کردم با تکه و با جالی و بعضی چیزهای دیگر مگم دیدیم که روی کاغذ امکان پذیر نیست و فقط چیزی که امو شرش و به حساب کارهای تخنیکیش میشد امو تیشو بود امروی دسمال کاغذی خواستم و خیلی باید امروی مهربان بود که از هم نپاشه و خراب نشه مال زیاد دستکاری نمیکنم خدا نخواسته خراب نشه خب چون سبک ما آماتور نیست مثلا قسمی رسامی های پنسلی فقط یک دانه دارم من بخش شیک را طراحی میکنم از او خاطر فقط تنها رسامی آماتور یا پنسلی من همی است خیلی قشنگ است ماشاءالله یعنی آموزشی را که باید در این بخش میدیدی به پایان رساندی شد تمام شده یا هنوزم در دوره آموزش هستی در مورد دوره آموزش ما باید بگویم که من آموزگار ندارم و در کدام جایی هم مسلکی نمیخوانم نه فقط امود خودسرانه در خانه ای کار انجام میدم و این را یعنی که از امو بخش من تنها یک دانه رسم دارم در جریان آموزش نیستم خب بسیار خوب پس اینا را همیشان خودت از ذهن خودت آماده میسازی و تا به حال کسی هم امرای دمکاری نکرده خیلی عالی است پس آقای تلاش خیلی به شما افتخار میکنن امو ترسیم تمام اونا که ما افتخار میکنیم انشالله امیدوار هستم که بتانه زیر نظر اساتید عزیز و گنال خدر بتانه این مسلک بیاموزه و با سبکای مختلف و ژانرهای مختلف نقاشی خود آزمایش بکنه خیلی عالی است زنده باشین استاد یک امیل لحظه از ذهنم یک موضوع آمد اگر وقت سوالا رو خودت میکنی خوش هست برو خیر است فرسان کو دیگه این بار تخفیف برات ایدی باشه از طرف برات فرسان کو میخواستم بگویم که
امیال میشه که امرای فرنگیز امو تمرینات را که در خانه میکردین یک تایش انجام بتین آفای تلاش دوست داریم ببینیم مخصوصا یک صحنه که بود که باید حتی یا میفتن نگو پدرم این جملات یک همون جمله که برای بچه ایم که میاید پیش میشننی برش میگم که بی پدر یک بار فکر میکردی که من قدیم پدر بی پدرم یک بار خمازلات بکنم به خاطر همی تجارت کردی خوب است یا نی در زمستان هم کسی اخشال میخره من دیگه چی بفهم گفتن فروش از اون بالاست ما هم خریدیم در خودتان جناب طلب چقدر جالب باشه چقدر سخت بیان میکنین خودم تعجب بود که و بچه ما در زمستان در سریال خط سیوم در زمستان یخچال خریده بود تجارت میکرد پیسه رو دو میخواست یخچال فروشی کنه یخچال فروشی کنه در زمستان دفخاش در جانش داده بود پیسه رو دو کنه بود به خاطر که یک کمه به مبالاتی و به توجه میکنه که به زندگی و دیالوگ اینه میتونه حتما بچه تان مثل شبیر بوده دیگه نمیدون شبیر جان خواهش نکنیم آزمایش میکنم شبیر هم در تابستان رفته بود بخاری فروش خریده بود که بفروشه ضرور بود که حالا کل گپاره بیان کنی افشا کنی شاید کن شبیر جان خب چون خیلی شباهت داشت گفتم باش که یادآور جناب تلاش به نظر من میتونه خیلی خاطره خوبم بر شما باشه چیزی که تمرین میکردین یا خاطرات سینما و سینما کلش خاطره است زندگی کلش خاطره است ولی سینما مهمتر است که باید گروه کلان کار میکنی با افراد مختلف با اشخاص مختلف با دخترها با خانما با بچه ها با کلان ها با کودک ها با اینا یک گروه کلان میباشی آدم ها رو میشناسی خوبه خرابه بی حوصله با حوصله بردبار با تحمل با تمکین بله. یعنی هر خم آدم ها رو تجربه میکنی حتی درون از برای خود دوست انتخاب میکنی و خیلی کار گروهی خوب میباشه که انسان ها میتونن با کار گروهی یک اثر خوب اجتماعی را ارائه میکنم بدون شک دقیقا خیلی خوشحال شدیم در برنامه با ما بودین یک بار دیگه ایده براتون تبریک میگیم از طرف ما به فامیل محترم هم تبریک بگوین و خیلی خوشحال شدم فرنگیز جان دیدم کارهای زیبایی تا دیدم انگیزه گرفتم مطمئنم دیگه بیننده هم انگیزه گرفتن که اگر توانایی دارن بالا از کار بکنن خیلی تشکر میکنم شما و هموطنان ما و این جوان نازنین تشکر همگی ایده خوش داشته باشن و کسایی که در پشت صحنه هستن زحمت میکشن برای دوستا هم به خانواده هاشون عید خوب میخوایم عید شما هم تبریک تشکر از شما عید تو عید من ادامه دارم دست بیا به خانم قهر نباش مغرورترین پسر این شهر نباش قربان تو گردم همگی میخندن ایدانه بده تلخ ولی زهر نباش ایدتان مبارک اید تو اید من رو بینده هستین و گروه موسیقی سالسا رو با خود دارین درست گفتم و استاد سروش در کنار ما هستن دختر خانم هایی که با لباس های خیلی خشنگ و با صدای خیلی خشنگ با دست هایی که خوب می نوازه در کنار ما هستن و همچنان آقای مقصودی هم هستن که ریچک می نوازن خوش آمدین ایدتان مبارک تشکر زنده باشین ما هم ایده برای شما تبریک می کنم همچنان برای تمام بیننده های تلویزیون شما اید تبریک باشین سلامت باشین همه شما خوش آمدین اید شما مبارک لباس های مقبول تانم تبریک باشه شما هم خوش آمدین آقای مقصودی بیاین که زیاد گپ نزنیم چی گفتیم خوبه با شما با گروه شما با کارهای هنری شما تمام مردم آشنایی دارن بیشتر میشنویم Thank you.
مادر را از دستی نازش دم و دم بورم و نی باشد و نی ای های دم و دم بورم و نی باشد و نی گفتم کاش که یک چند تا دستگام می داشتم که با افتخار همیتون چک چک می کردم. خیلی قشنگ خیلی زیبا خواندن. به من خاطر همگی دوستا و همکارا در گوشم صدا می کنن کمتر گپ بزن بیشتر بخوانن. به من خاطر کمتر گپ می زنم بیشتر می خواهم که بخوانن این گروه زیبا و خوش صدا. Ha
نزول فیض رب العالمین است، حلول عید قربان در روی زمین است. خوش آمدین و برنامه عید تو عید من است در آخرین بخش برنامه قرار داریم و در اینجا با خود نوید نداره داریم، قرار است اجرا کنه بر ما، قرار است گپای دل خود بگوید، تبریکی که داره، پیامی که داره از طریق کمری آرزو بر شما برسانه و میخوایم نگیم که خوش آمدید. اول تو برات بگی بعد از او باز من میگم عیدت مبارک. اگر تو نمیخواستیم من میگفتم. خیلی خوش آمدین نوید جان، عیدت مبارک و خیلی خوشحال هستیم که اینجا هستی. بسیار خوب، تشکر از شما و سلام به خودت، سلام به خودت و سلام به همه هموطنان نازنینم که ما و شما را تماشاگر هستند. البته ببخشید که آخر آمدم دیگه، خیر است برنامه که یک عید خوب و خوش بگذرانن و سپری کنن. ما هم خیلی خوشحال شدیم که خودت داریم به برنامه و افتخار بخشیدی که تشریف آوردی. خواهش میکنم، خواهش میکنم. یک مدت زمان است که روی پرده نامدی نوید جان و آهنگ جدیدتان فکر کنم در این برنامه اجرا میکنم. بله بله بله. میشه بگوی که گپ چی بوده؟ ایده از دیگه باید ایدی میدادی خیر کاغذاش داخل باز نشان میتیم. میشه بگوی که مصروف چی کارا بودی در این زمان و آهنگ جدیدت رویش صحبت کن، بعد از او باز اجرای خواهیم داشت. خب من روی چند پارچه آهنگ کار میکردم و یک مدت بیرون از افغانستان بودم. دیگه حال فعلا آمدیم، گفته خودت که یک چند مدت از پرده دور بودم، ولی آهنگایم بود، آهنگایم در پرده بود اما خودم دور بودم. علاقه مندایتان گوش میکردن دیگه. زنده باشین، تشکر، گوش میکردن. همی کارهای جدید است، یک آهنگ جدید دارم دیگه، توفه است. عجله کردیم، میگه عجله کاره که شیطان است، خب براتان جور کردیم. شیطان هم تشکر. نوی چقدر دل کلان داره، شیطان هم ناز داد، گفت کاره که شیطان، کاره که که زیاد طرف ناز داد. آهنگ خراب نشه بازنه. خیلی خوب است. پس آهنگ جدید چگونه آهنگی است که کاغذایش هم کندی و طرف ماندی؟ نال محتویات شد بگو. محتویات شد بگویم، یک آهنگ قرسک است که شعر کمپوزش از ساخته های خودم است و میوزیکش هم به افغانستان تهیه کردیم. ویدیو کلیپش هم از زیبایی وطن خودم است، پنشیر است، دیگه قرسک است. قرسک است. هم شاد شاد. خوب است. خوی می قرسک چه قسم زنه میشه؟ میرخم است؟ این هم قسم. از من مقصد صحیح آمده. تو چی خونه دارم؟ نه هر قسمه که بید مقصد اندازه بگیرید تا چند سانتی دست بلند کنی، چند سانتی باید. یک قسم چک باید برای. خب اگر تو سلام نداشت خرسک نیست. عرصه ما یک جا میزنیم. خرسک صحیح است که خوش میزنه. یک، دو، سه. برو دیگه. خوب است، اینا یاد گرفتم. اینا یاد گرفتم. من یک ضرب نگذن همونه کمی چکای قرسک کار کردم، چکا هم از خودم است نوانگ. اینا کل گفت از خود ازی بوده. اینا کلش گفت خیلی ما چرا شما رو دعوت کردیم. خیلی کاملا کل زحمات بگردن خود گرفتیم. والا دیگه همونطور یک گپ است. خوب است. پس بیاین از فرصت استفاده کنیم و آهنگ بشنیم، گپ سخنهای ما و شما خواست. بسیار گپا داریم هم رایت. یک دفعه آهنگ بخوان باز کتی گپ میزنیم. اوکی، اول ما برم در سر جای خود. درست. اوکی. نرمک از گشت نکوی
های چوخی از خندگا کار دلبرم باز با پنشه مهمان هسته عجله کارک شیطان هسته عجله کارک شیطان هسته عجله کارک شیطان هسته عجله کارک شیطان هسته شیطان هسته عجلا کارک شیطان هسته عجلا کارک شیطان هسته قشنگ ما گفتم واقعا... تو گفته که عجله کارک شیطان است در آهنگ جا داده شده بوده عجله کارک خاطر ما یاد کردم در کل کارایت اینمه تو در کارای زندگیت کوشش میکنی که عجله نکنی یا فقط در خب بابا بخاطر من در برنامه منتظر بودم که نوبت آخر از ما برسه که عجله نکنم ولی خب حالا قدر گفتین خیلی میبخشین که نه خواهش میکنم باش یاد آورشین موضوع که منتظر موندن کسایی که علاقمند نوید ندا هستن اگه ما ایره در اول میخواستیم در برنامه اجرا میکرد میرفتن این حالا ما خواستیم که تا آخر در برنامه بیننده باشن و نوید ندا اجرایشم تا آخر ببینن و قرار بود نوید یک اجرا داشته باشم اگه خوشبختانه حال سرش دو تا آهنگ میخوانیم دلش که خوش است یا خفه نه شوخی میکنیم که خفه نشیم نه خواهش میکنم نوید جان زیادتر علاقمندی به چه موارد دیگه داری غیر از این مصروفیت ما موسیقی میکنم و میخوانم ما تحصیل میکنم درس میخوانم اقتصاد میخوانم تا هنوز تمومش نکردیم دیگه خب بسیار دپارتمنت امور مالی و بانکی دیگه بخیر که خلاص شدم یعنی می درس است و موسیقی است و یعنی برنامه است که فعلا ما دفترم با کابل آمدیم و قبلا مزار شریف بودم و بعد از اینکه از بیرون آمدم ولی فعلا با کابل هستم دیگه کدام وقت شده که مثلا در امتحانای 20% پانتون یا در امتحان نهاییش نمرت کم بوده باشه یک دفعه در میخانه آمده باشی چیزی که حالات موسیقی باشه پارتی میگی من نمیخوام کم خونه میکنن دیگه یک ذره مراعات میکنن فایده کنه اینا واسطه داری بله خیلی خوب بس زیادتر علاقمندی به کدام رشته ورزشی هم داری یا نه ما علاقمندی به فوتبال دارم و فتنس جیم خودم کم کم کار میکنم طرفدار کدام تیم هستی خوب باشه باز میگه اگه اون تا پرسان نفر اصلی رفته دیگه حالا بخاطر باشه رفته رفته حالا من نداییستم نه اویش هستم نه اویش نداییستم یعنی که باز هم زنده بود دیگه خیب هر سه ما هر سه ما در یک چی میگن؟ در یک چی؟ در یک مسیر روان هستم خب خیر دیگه اونا که در ذهن ما ستاره میمانن ولی تیم ما خود تیم ما در ذهن از ما ستاره هستیم بله راست میگی نوید جان خبر شدیم خوب فکایی ها داری؟ فکایی؟ ها من خودم شوخ هستم آجد به فکایی نه خوب شد نگفتی که من خودم فکایی هستم نه خودش یک فکایی هست فکایی رو خوب گفتم میتونی یا خنده خوب میتونی؟
فکایی هم خوب گفتم میتونم چون فکایی خاطره جالب یک عادت داره که وقتی که آن رو واید پرسان کنیم امون ساعت ایج در ذهنت نمیه و اما از کل چیز هم فکایی هم خنده همه چیز بگوییم یاد دارم اما فعلا مگ بادام بخورم مغزم در جایی مقصد حساب میگیریم صحیحی هم تلخ بادام هر بادام مسایی با یک فکایی است صحیح دو تا باجا بودن یکی دیگر را بعد میدیدن خواه نام یکش نعمت بوده نام یکش رحمت بوده خواه بسیار یک دانا مرکب داشتن درا روان بودن یکی از اینا برای دیگرشان میگه که ولا اگر یک خر دیگر میداشتیم اون میتونست رحمت باشه باز ای دیگهش قارش میگه باز در رو میخوره میگه امی یک دانام که داریم نعمت است و کسایی که رحمت و نعمت از سرشان بد نخوره دوستای خودمون به این نما هستن دیگه فکایی بود این تا میگن باجا زیاد یکی دیگر رو بد میبینه یک فکایی من بود بایدامی همی همخانی ها میگه یک خانم بوده یک شوهر شوهرش به خانم خود میگه که بی بی عزیزم ما تو چقدر انسان خوشبخت هستیم کسایی که شکر میکنن و صبر دارن خداوند ما را میبخشه خانمش میگه چطوری گپ برم زدی؟ اینا بی بی تو بدرنگ هستی من صبر میکنم من که مقبول هستم تو شکر میکنی خداوند میبخش وردی ما را اما قصه از نگه شد که باش ما یه البته برعکس بودم نه زن بسیار از شوهر خود زارنالگی میکرد زیاد از هر گپا میزد گفت گله میکرد و گفت شوهر شش دقیقه سه زیادم نبود گفت وقت هر گپی که میزد هیچ تیر خودم میورد آخر زنش بسیار دیگه فغان بدلش رسید دیگه گفت برو دیگه گفت حالا خدای دنیا چیزی کار نمیتونم گفت و دنیا از دامنت میگیرم مرد سعی کرد گفت من کرتی پتلون بپوشم که هیچ گرفتان نتان دو دنیا هم از دامنم گفتن گفت دامن نمیپوشم خدا جزای میرخم شوهرها رو خب نگین تا احساساتی میشه در فکایی هم زید نکن بعد با شاید شوخی کنم چرا خانوما چرا اردی تان بالای خانوما گفتین من هیچ موضوع تان باید میگفتی دیگه نه رحمت و نعمت گفت نعمت رحمت خب یک آهنگ دیگه هم قسم که وعده کرده بودیم از نوید میداشته باشیم مو آهنگ هم میخواییم از خود بگیریم و بشنویم و خودت بخوانی و تماشاگرد باشیم بعد از او هستیم این بازی زمان است آخه دلم جوانم همه میگن دیوانم اما خودم همه بدانید که عاشقی کار دل از گناه من نیست تقصیر دل از گناه من نیست تقصیر دل است دوست دارم میدانی این کار دل از گناه من نیست تقصیر دل از گناه من نیست تقصیر دل است عشق تو دیوانه کرده به عاشقانه کرده عشق تو دیوانه کرده صفا صفا می آیی چمن فضا می آیی
قدم قدم بسویم چه خوشنما میای، قدم قدم بسویم چه خوشنما میای. نازیگک هی تو یار من میشوی، دلدار من میشوی، تو یار من میشوی، دلدار من میشوی، آخر بنام تو شوم نازی نازی، نازیگک آخر بنام تو شوم نازی نازی، نازیگک هی. چشمایت با من جادوگری کن، اگر که سازم قطعه نباشد بزن تو چرخ رقص لوگری چرخان لیلا، که رخصت یارو بیگانه با میدان لیلا، که رخصت یارو بیگانه با میدان لیلا، لیلا 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 همیشه لیلا، زدی آتش با جانم گل همیشه لیلا، لیلا 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 رنازم لیلا، شیری سبز بلند بالا رنازم لیلا، شیری سبز بلند بالا رنازم لیلا. تا بچه بایم میگردانم و دختر مرا جواب نکجانه، با وقت خواب سر بالین خود میمانم و دختر مرا جواب نکجانه، با وقت خواب سر بالین خود میمانم و دختر مرا جواب نکجانه، روز صد بار سلام میمیایم و دختر مرا جواب نکجانه، روز صد بار سلام میمیایم و دختر مرا جواب نکجانه، افسوس آدرس منزل تنم میدانم و دختر مرا جواب نکجانه، افسوس آدرس منزل تنم میدانم و دختر مرا جواب نکجانه. شربت زل
عاشق شیدای ته نازنین، عاشق شیدای ته نازنین. ای چشم تو پر خمار، ابروی دن بمار، ندای بی قرار از خاطر میایم نازنین، تا خود شهر مزار نازنین، از خاطر میایم نازنین، تا خود شهر هرات نازنین، تا خود کابل جانم نازنین، تا همه این سرزمین نازنین. خسته نباشی نوید جان. زنده باشین، تشکر. نوید جان چی خورده باشی. بودی که پنج تا آهنگ را داد؟ پنج تا نبود، زیاد است خو. 11 تا بود بخیالم. آفرین، خوب حساب کردی. 5 تا آهنگ گرفتم. 5 دونه شد. نه، کچار بود کم کم. این ریاضیش خوب نیست. خب، راستش غرق شده بودم آهنگ تا 5 تاش خودم زمزمه کردم. اسم نجاتم نبود تر که نجات بده. نخواستم کس نجات بده. خب، بسیار خوب. چی باعث شد که چند تا آهنگ یک جا ریمیکس بخونی؟ خب نظر از دوستا بود، میخواستن کم تر یک آهنگ داشته باشم و مدت تقریبا یک و نیم سال پیش ما این ریمکس رو ساختیم. دیگه چند دانه آهنگای خودم هست و چند دانه آهنگایی که فولکلور بود که از یاد مردم رفته بود، خواستم که به یادشان دوباره بیارم و یک آن شعرهایش ای طرف طرف دستکاری کردم. مگم ازشان استفاده کردی؟ ازشان استفاده کردم. بله. خیلی تشکر میکنم نویدان، ایدم مرتب بود مرتب سندی باش خوابتان بپرشم شد. خب ایده بازم بر تبریک میگیم و خیلی تشکر میکنیم. این کارم تلافی میکنیم یک روزی. زنده باشین، تشکر از شما و تشکر از تلویزیون آرزو که مرا دعوت کردن و امیدوار هستم که براتون خوش سپری شده باشه. چرا زور میزنی؟ راحت خدافزی کن. بخاطر از اینکه دادست انتاری ترس داری از همین؟ نه، اکتون کنم چسبکی باید نکنم. نه، خدا نکنه، یک پکانه است خودش ترسی. خیلی تشکر. امیدوار هستم که همه روزهایتان عید باشه و شبایتان برات همینطور یک پسنده. اما تو رسپا دیگه خواستیم یک شوخی کنیم که کم شادی بلابایتان به و تشکر میکنم از شما هم که مرا قبل از دانستین که همراه شما باشم. زنده باشی، لطف داری. تشکر. و خیلی خوشحال شدیم که آهنگ جدیدت به برنامه ما اجرا کردی. آهنگ زیبایی است. همیشه و خیلی تو شاد بخون. انشالله، حتما، چرا نه. تشکر میکنیم. حتما. دوباره باز در خدمت شما قرار میگیریم. ایده خوب و خوش داشته باشین. اینم از اید تو، اید من با مهمان ها، با داشته هایی که داشت. برنامه در اینجا به پایان رسید ولی خیلی خوش گذشت. آرزو میکردم که چند ساعت دیگه هم دوام پیدا کنه، اما باید خداحافظی کنیم. بقیه روزای ایدتان، شبای ایدتان به خوبی و خوشی بگذره. بله، باز هم ایده تبریکی میتونم بر همه شما عزیزا. امید که هر روز زندگیتان، هر لحظه‌تان اید باشه و همیشه وقت خوش و خوشحال باشین. تا برنامه بعد ایده تو، ایده من شما رو به الله یکتا میسپارم. خدا نگهدارتان. ایده آمد آمدش تو.